خورشید، خیلی روشن، خیلی گرم. وقت اون رسیده که به سفینه فضایی فوق‌العاده‌تون که خیلی مقاوم در برابر حرارت بپرید و اونقدر نزدیکش بشید که بتونید اونو لمس کنید. البته اگه جرأت دارید. چطور به سطح خورشید میرسید؟ با چه نوع دماهایی مواجه خواهید شد؟ و چه موادی میتونه از شما در برابر این گرمای سوزان محافظت کنه؟ اینجا میخوایم بهتون بگیم اگه خورشید رو لمس میکردین چه اتفاقی میافتاد؟ خورشید اونقدر پر جرمه که 99.8% از کل جرم منظومه شمسی رو تشکیل میده. با قطر 1.4 میلیون کیلومتر میتونید حدود 1 میلیون زمین رو داخل اون جا بدید. خورشید به دلیل فرایند همجوشی هسته‌ای روشن میسوزه. اتم‌های هیدروژن با هم ترکیب میشن تا هلیوم ایجاد کنن و به مدت 4.5 میلیارد سال به این شکل عمل کرده. 5 میلیارد سال دیگه طول میکشه تا تمام هیدروژن خودشو بسوزونه. بعد هلیومو میسوزونه و شروع به متورم شدن میکنه. در نهایت عطارد، زهره و زمین رو میبلعه. پس بهتر قبل اینکه شما رو لمس کنه، شما این کارو بکنید. وقت اون رسیده که به خورشید سفر کنید. با توجه به اینکه یه توپ بزرگ گازدار گرانشی عظیمه، باید پرواز بسیار آسونی باشه. درسته؟ زمین تقریباً به طور کامل نسبت به خورشید با سرعتی در حدود 108 هزار کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنه. برای رسیدن به خورشید باید این حرکت جانبی رو لغو کنید و این نیاز به انرژی زیادی داره. حدود 55 برابر بیشتر از انرژی لازم برای سفر به مریخ. مثل کاوشگر خورشیدی پارکر، کشتی اوبر شما میتونه به سرعت 163 کیلومتر بر ثانیه برسه. اما شما هنوز زمان زیادی برای آماده شدن در راه دارین. بعد از 3 سال به بیرونی ترین لایه خورشید یعنی تاج میرسین. این لایه در 7 تا 10 میلیون کیلومتری بالای سطح خورشید قرار داره و بسیار داغه. حدود 1 میلیون درجه سانتیگراد. این تقریباً 900 برابر گرمتر از گدازه است. شما همچنین در معرض مقادیر زیادی تشعشع قرار میگیرین. مطمئن بشید که مقادیر فراوانی از کرم ضد آفتاب با فرمول خاص استفاده میکنین که میتونه شما رو در برابر همه چیز از اشعه ماورا بنفش گرفته تا اشعه گاما محافظت کنه. بدون این شما ممکنه به دلیل تشعشعات منجر به سرطان و بعد به مرگ مبتلا بشین. ایدئال ترین نوع آفتاب گرفتن نیست، درسته؟ بدیهیه که شما باید از عینک آفتابی استفاده کنین یا در لباس فضایی مقاوم در برابر حرارت آفتاب از خودتون محافظت کنید. خورشید در اینجا 10,000 بار درخشانتر از اون چیزیه که روی زمین بوده. با سفر به جلو به کروموسفر میرسید. حالا شما 3,000 کیلومتر بالاتر از سطح خورشید هستید. در کمال تعجب دما در اینجا کاهش زیادی داره. در کروموسفر دما از 3700 تا 7700 درجه سانتیگراد متغیره و برخلاف سایر لایه‌ها با نزدیکتر شدن به خورشید خنک‌تر میشه. اما مراقب باشین، حلقه‌های عظیم پلاسما میتونن به سمت شما پرتاب بشن. این حلقه‌ها برجستگی‌های خورشید هستن و به شدت گرمن. به علاوه اونا میتونن 10 برابر قطر زمین باشن. حالا میبینید که سطح خورشید از نزدیک چقدر دونه دونه به نظر میرسه. شما فضاهای روشنی به وسعت تگزاس میبینید که توسط مناطق باریک و تاریک احاطه شدن. توقف بعدی فوتوسفر. بالاخره به سطح خورشید میرسید. هر چقدرم که دوست داشتید اینجا فرود بیاید نمیتونید. دلیلش اینه که خورشید هیچ سطح واقعی نداره. مثل رفتن روی ابر میمونه. ابری بسیار بسیار سوزان. گرانش اونقدر شدیده که اگر روی زمین 70 کیلوگرم وزن داشتید، حالا به وزن 1800 کیلوگرم میرسید. در خارج از کشتیتون اون وزن اضافی استخونها و اندامهای شما رو خورد میکنه. خیلی خوب، بعد از اینجا وارد منطقه همرفتی میشید. دما حالا به 2 میلیون درجه سانتیگراد رسیده. این تقریباً 400 برابر گرمتر از هسته زمینه. چگالی در اینجا چنان شدیده که حتی نورم به سختی میتونه فرار کنه. کمی شبیه به سیاه چاله است. شما در حال پختن در سوپی از ذرات خورشیدی متراکم هستید که درخشندگی اونا کور.
کور شده. در نهایت شما میتونید به هسته یعنی 500 هزار کیلومتر در زیر سطح برسید. اینجا جاییه که همجوشی هسته خورشید رخ میده. خیلی خوب. حالا اگه دستتو دراز کنی و خورشید رو لمس کنی چه اتفاقی میفته؟ فوراً محو میشی. دمای این کوره سوزان 1000 درجه سانتیگراده. این حتی با میلیون‌ها درجه‌ای که اینجا با اون مواجه میشید قابل مقایسه نیست. و متاسفم که اینو میگم. هیچ ماده‌ای روی زمین وجود نداره که بتونه این دماها رو به اندازه کافی تحمل کنه تا بتونید بفهمید خورشید واقعاً چه احساسی داره. خیلی خوب. حالا که نمیتونیم بریم به سطح خورشید، چی میشد اگه شاهد انفجار خورشید بودیم؟ اما خب این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه. با مغز باز همراه باشید.